بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. شهر مقدس کربلا آماده برگزاری مراسم سوگواری ماه محرم و استقبال از زائران حسینی می شود. تشرف دو بانوی مراکشی و تونسی به مذهب شیعه در بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی در کانادا. و همایش جامعه سالم در آینه قدیر در شهر کابل افغانستان. و فرونشست 76 کیلومتری زمین در کاشان. سلام و درود بی پایان به شما بینندگان عزیز. از تلویزیون فارسی شبکه امام حسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا در خدمت شما هستیم با یک بخش خبری دیگر. من محمد محمدی هستم. مجالس اعضای حسینی فرصت مناسبی است برای آشنایی هرچه بیشتر با آموزه‌های دینی، آشنایی مؤمنان با وظایف الهی خود، آگاهی از مشکلاتی که امروز مسلمانان و به ویژه شیعیان دنیا با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. کربلا، شهری که این واقعه عظیم در آن روی داده، این روزها خود را برای برپای این مراسم بزرگ برای گرامی داشت آن فداکاری ها و ایثارگری ها آماده می نماید. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. تأکیدهای مکرر معصومین علیهم السلام موجب آن شده که مجالس عزاداری سرور و سالار شهیدان از زمان شهادت آن حضرت تا به امروز به صورت یک حرکت پویا و زنده طی قرون و آثار متمادی تداوم یابد. هرچند دشمنان اهل بیت علیهم السلام تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تحریف این واقعیت بزرگ تاریخی داشتند، اما بدون شک همین مجالس عزاداری موجب شده تا دین خدا برای همیشه زنده بماند و مبارزه با ظلم و ستم به عنوان یکی از شعارهای حسین ابن علی علیه السلام در سراسر جهان تنین انداز شود. از این روی همه ساله پس از اتمام مراسم قدیر، کربلا خود را برای روزهای سوگواری در ماه محرم و احیای شعائر حسینی و استقبال از زائران حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیهما آماده می کند. این روزها در پایان ماه ذی‌الحجه که منتهی به ماه محرم می شود، کربلا حال هوایی خاص و وصف ناشدنی دارد و مواکب کم کم در حال برپا شدن هستند. هیئت‌های عزاداری هم در حال تهیه مقدمات و آماده شدن برای برگزاری هرچه بهتر مراسم سوگواری سید الشهدا و یاران با وفایش می شوند. مواکب خدمی هم یکی پس از دیگری برپا می شوند تا در روزها و شبهای محرم به زائران و سوگواران حسینی به شایسته ترین شکل ممکن خدمات رسانی نمایند. مجمع رسانه امام حسین علیه السلام هم خود را آماده کرده تا در این ماه به بهترین نحو ممکن با ادای احترام به سرور و سالار شهیدان و عیاران گلگون کفنش پیام رسانی آن واقعی عظیم را نموده و آنگونه که شایسته نام این مجموعه است در حد توان در گسترش فرهنگ عاشورا و کربلا قدمی بردارد. سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا هم چندی پیش یادآور شده بود که مواکب و دستجات و هیئت‌ها آماده استقبال از محرم و احیای شعائر حسینی شوند. واقعی عظیم عاشورا که دارای ابعاد متعددی است، یکی از سوزناکترین و دردآورترین رخدادها در تاریخ بشریت است که با شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت و رنج و سختی های بیشمار ایشان و خانواده و اطفال آن حضرت به دست آمده است. دهه اول محرم و برپایی دستجات و هیئت‌ها و مراسم عزاداری فرصتی برای ایجاد توجه و آمادگی لازم برای فراموش نشدن این مصیبت بزرگ و روز عاشورا است. علی اکبری،
اخبارش چیه؟ دو بانوی مراکشی و تونسی با حضور در بنیاد جهانی آیت الله العظما شیرازی در کانادا مذهب شیعه را اختیار کردند. حجت الاسلام و المسلمین شیخ صالح سیبوی وکیل آیت الله العظما شیرازی در کشور کانادا به خبرگزاری اخبار شیعه گفت دو بانوی مسلمان مراکشی و تونسی با حضور در بخش بانوان بنیاد جهانی آیت الله العظما شیرازی در شهر مونترال به مذهب حقه تشیع مشرف شدند. این تشرف طی مراسمی که بخش بانوان بنیاد جهانی آیت الله العظما شیرازی در شهر مونترال به مناسبت عید قدیر برگزار کرده بود انجام شد. شایان ذکر است این دو بانوی جوان مسلمان از کشورهای مراکش و تونس مذهب شیعه را به عنوان صراط مستقیم الهی پذیرفته و مقابل جمع حاضر شیعه شدن خود را اعلام کردند. همایش جامعه سالم در آینه قدیر در شهر کابل پایتخت کشور افغانستان برگزار شد. شیخ محقق کوشا مدیر دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر کابل از میهمانان این همایش بود. این همایش در حوزه علمیه و دارالقرآن حضرت خدیجه سلام الله علیها و با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی و فرهنگی، طلاب و قرآن آموزان برگزار شد. حجت الاسلام کوشا ضمن سخنرانی در این همایش که به مناسبت عید با سعادت قدیر خم برگزار شده بود، سلام و پیام تبریک آیت الله العظما سید صادق شیرازی را به شیعیان کشور افغانستان ابلاغ کرد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. شهر مقدس کربلا آماده برگزاری مراسم سوگواری ماه محرم و استقبال از زائران حسینی می شود. تشرف دو بانوی مراکشی و تونسی به مذهب شیعه در بنیاد جهانی آیت الله العظما شیرازی در کانادا. همایش جامعه سالم در آینه قدیر در شهر کابل افغانستان. و در ادامه کمک‌های سازمان ملل از گذرگاه باب الهوا وارد سوریه شد. به گزارش رکنا خبرگزاری حوادث ایران، بزرگترین ترک‌های فرونشست زمین در ایران در کاشان رخ داده است. این ترک که از نزدیکی طاهرآباد شروع می‌شود، پس از 76 کیلومتر به نزدیکی شهر قم می‌رسد. این ترک عظیم که نشانه‌ای واضح از تخلیه آب‌های زیرزمینی است، در مسیر خود تأسیسات راهسازی و حتی احتمالاً تأسیسات مربوط به برق و آب و گاز را هم به مخاطره می اندازد. فرونشست زمین و ایجاد چاله های عظیم در کنار جاده‌ای در دست احداث زنگ خطری برای محیط زیست این منطقه محسوب می شود. برخی کارشناسان احداث چاه های عمیق و بسیار عمیق غیر مجاز در این منطقه را یکی از دلایل این فرونشست زمین می دانند. سایت خبری تحلیلی عصر ایران ضمن انتشار گزارشی ویدیویی ابعاد گسترده این فرونشست و چاله های آن را نشان می دهد. هنوز هیچ یک از مقام های محلی و محیط زیستی نسبت به این خطر واکنش نشان ندادند. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در پی تخریب اردوگاه موقت آوارگان در کابل، پایتخت افغانستان، دو کودک جان داده و 280 خانواده بی سرپناه شدند. شورای پناهندگی ناروی اعلام کرده که در پی اخراج اجباری آوارگان
از اردوگاه‌های موقت در کابل از سوی گروه طالبان دو کودک 4 ساله و 15 ساله هنگام تخلیه جان باخته و 280 خانواده بی سرپناه شدند. بر اساس آمارهایی که شورای پناهندگان ناروی ارائه کرده است، 6.6 میلیون آواره داخلی در افغانستان وجود دارند. بسیار از این افراد به دلیل جنگ و رویدادهای طبیعی خانه و زندگی خود را از دست دادند و مجبور شدند به کمپ‌های موقت پناه ببرند. دفتر آمار اتحادیه اروپا سه‌شنبه 20 تیر اعلام کرد که در نتیجه مهاجرت جمعیت اتحادیه اروپا برای نخستین بار در 3 سال گذشته بیشتر شده است. جمعیت این اتحادیه از 446.7 میلیون به 448.4 میلیون نفر در سال 2022 افزایش یافته است. این دفتر آمار همچنان علت دیگر افزایش جمعیت را جابجایی‌های مهاجرتی پس از همه‌گیری کووید 19 نیز دانسته است. بسیار از کشورهای اروپایی به دلیل نرخ پایین باروری و امید به زندگی بالا با پیری جمعیت مواجهند. حامیان مهاجران میگویند که مهاجرت یک راه حل کلیدی برای رفع این مشکل است. نیروهای امدادی اسپانیا که یک هواپیما و یک کشتی را برای نجات سرنشینان یک کشتی ماهیگیری حامل 200 پناهجو فرستاده بودند، با قایق دیگری از پناهجویان در نزدیکی جزایر قناری برخوردند. نیروهای امدادی اسپانیا گفتند که 86 پناهجوی این قایق نجات داده شدند. با این حال، مسئولان یک نهاد امدادرسانی به پناهجویان گفتند هنوز هم از سرنوشت 2 قایق دیگر که حدود 300 سرنشین داشتند خبری در دست نیست. این 2 قایق 2 هفته پیش زمانی که سنگال را به مقصد اسپانیا ترک کردند در سواحل قناری ناپدید شدند و تا کنون هیچ اثری از آنان یافت نشده است. کمک‌های سازمان ملل متحد در روز آخر مأموریت شورای امنیت از طریق گذرگاه باب الهوا وارد سوریه شد. شبکه خبری الجزیره به نقل از برخی منابع در گذرگاه باب الهوا اعلام کرد که کاروان از کمک‌های سازمان ملل از گذرگاه باب الهوا واقع در مرزهای سوریه و ترکیه وارد مناطق شمال غربی سوریه شد. این منابع اظهار کردند که این آخرین کاروانی بود که بر اساس قطعنامه شماره 2672 سازمان ملل که دوشنبه تاریخ آن به پایان رسید وارد خاک سوریه شدند. این کاروان در حالی وارد سوریه شد که در جلسه روز دوشنبه شورای امنیت قطعنامه جدیدی به رأی گذاشته شد که امکان انتقال کمک‌های بشردوستانه از تنها یک گذرگاه زمینی یعنی باب الهوا و بدون موافقت دمشق فراهم شد. کمک‌های سازمان ملل تنها از 2 راه وارد سوریه می‌شوند. یکی گذرگاه باب الهوا واقع در مرزهای ترکیه که بر اساس قطعنامه 2672 شورای امنیت انجام می‌شود و دیگری مناطق تحت کنترل دولت سوریه. در مناطق خارج از کنترل دمشق یعنی شمال غرب سوریه بیش از 4 میلیون تن سکونت دارند که نیمی از آنها را آوارگان تشکیل می‌دهند و زندگی 90% آنها به کمک‌های بشردوستانه وابسته است. اعضای شورای امنیت 9 ژانویه به اتفاق آرا با تمدید 6 ماهه سازوکار برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها سوری از طریق گذرگاه باب الهوا و بدون نیاز به موافقت دولت سوریه موافقت کردند. مروری دوباره به سرخط خبرها. شهر مقدس کربلا آماده برگزاری مراسم سوگواری ماه محرم و استقبال از زائران حسینی می شود.
تشرف دوبانوی مراکشی و تونسی به مذهب شیعه در بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی در کانادا. همایش جامعه سالم در آینه قدیر در شهر کابل افغانستان. فرونشست 76 کیلومتری زمین در کاشان. و کمک‌های سازمان ملل از گذرگاه باب الهوا وارد سوریه می‌شود. تازه‌ترین خبرها رو می‌تونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین می‌تونید رخدادهای شهری کشورتون رو به شماره روابط عمومی اخبار شیعه ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی. خدا نگهدار.